Bismillahirrahmanirrahim. Hadisi bistihajd. Şunida itaat kardan. Ve an Ebi Necihin el-Irbad ibn Sariyete radıyallahu anh قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. از ابو نجاح ابراز ابن ساریه رضی الله عنه روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را موعظه نمود. موعظه که دلها از آن ترسید و از چشمها اشک آمد. پس گفتیم ای رسول الله گویا که پند موعظه ودا کننده است. پس ما را وصیت کن. فرمودند شما را به ترس الله عز و جل و فرمانبرداری از امیران وصیت میکنم. اگرچه غلام بر شما امیر شود، پس البته کسی از شما زندگی کند، پس اختلاف بسیاری را میبیند. پس بر شما چنگ زدن به سنت من و سنت خلفای راشدین که هدایت یافته اند لازم است. این دستور را به دندانهای کرسیتان بگیرید و از کارهای نو پیدا شده دوری جوید. پس البته هر یک نو پیدا گمراهی است. این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کردند و ترمذی گفت حدیثی حسن و صحیح است. فایده های حدیث. فایده اول مستحب بودن موعظه و یادآوری در بعضی وقتها، زیرا در آن تأثیر در دل هاست. فایده دوم حریص بودن صحابگان رضی الله عنهم بر خیر، برای طلبیدن آنها وصیت را از او صلی الله علیه و سلم. فایده سوم البته مهمترین چیزی که به آن وصیت کرده می شود تقوای الله سبحانه و تعالی می باشد و آن طاعت او به اجرای دستورش و پرهیز کردن از نهی او می باشد. فایده چهارم البته از مهمترین چیزی که به آن وصیت کرده می شود فرمانبرداری رهبران است، زیرا در آن فایده های دنیوی و اخروی برای مسلمانان می باشد. فایده پنجم در تشویق نمودن بر فرمانبرداری مبالغه نمودن و اگرچه امیر غلام هم باشد. فایده ششم خبر دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم از وجود اختلاف بسیار در امتش. پس واقع شدن آن همچنانه که خبر داده است از دلیل های پیامبری او صلی الله علیه و سلم می باشد. فایده هفتم البته راه سلامت ماندن در نزد اختلاف در دین لازم گرفتن سنت او صلی الله علیه و سلم و سنت خلفای راشدین می باشد. فایده هشتم بیان فضیلت خلیفه های راشدین و آنان ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی الله عنهم می باشند و البته آنان راشد و هدایت یافته اند. فایده نهم از همه آن چیزی که در دین پیدا شده است و به اساس است حذر کنانیدن. فایده دهم البته همه بدعت ها ضلالت و گمراهی است، پس چیزی از آن بدعت ها نیکو نیست. فایده یازدهم بین ترغیب و ترهیب جمع کردن از روی فرموده او صلی الله علیه و سلم در ترغیب این است که فرمودن پس بر شما لازم است و در ترهیب فرمودن و دوری جوید. فایده دوازدهم بیان اهمیت وصیت کردن به تقوای الله، فرمانبرداری رهبران و پیروی سنت ها و ترک بدعت ها برای وصیت کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگانش را به آن بعد گفتش از موعظه‌اش گویا این موعظه ودا کننده است، پس ما را وصیت کن. السلام علیکم و رحمت الله
وبركاته.